گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، برگزاری دور پنجم گفتگوها میان نمایندگان تهران و ریاض در بغداد تنش زیاد بوده در چند هفته اخیر که باعث توقف گفتگوها هم شد. به نظرتون حالا چه شده که دوباره ایران و عربستان سر میز مذاکره نشستن؟ به نظرم نخست باید توجه بکنیم که خبر این رویداد، یعنی برگزاری دور پنجم بعد از وقفه تقریبا بیش از یک ماهه ایجاد شده، رو از ناحیه منابع متصل به جمهوری اسلامی منتشر شده. هنوز نه دولت عراق و نه دولت عربستان هیچ کدوم اظهاراتی نداشتن، اما به هر صورت نور نیوز، سایتی که وابسته است به شورای امنیت ملی ایران، این خبر رو منتشر کرده. نکته مهم دیگه این هستش که شاید میشه گفت برای اولین بار هستش که چنین ارزیابی خوشبینانه و مثبتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی شده. اون هم درست میگم هنوز بیشتر از یک ماه گذشته که بعد از اون اعدامه 81 نفر از اتباع سعودی که عمدتاً شیعه بودن در یک اقدام مغایره و موازین حقوق بشری، خب این ناحیه جمهوری اسلامی هم این رابطه قطع شد. خب ما دسترسی واقعش به اطلاعات نداریم بشه یک ارزیابی دقیقی ارائه داد، اما چند عامل رو میشه در نظر گرفت. به نظر من لحن ملایم صحبت‌های آقای خامنه‌ای در آخر دیدارش در ماه رمضان با مقامات نظام، در اونجا توصیه‌ای رو به مقامات آل سعود کرد که برای همیشه اظهارات تندی داشت، ولی این بار گفت اونها که بشینن بررسی بکنن ببینن در این جنگ، منظور جنگ یمن بود، اونها به موفقیت نمیرسن و خب به تب باید اقداماتی رو انجام بدن. به هر صورت شاید در به هر حال آتش‌بسی که الان ایجاد شده زمینه‌هایی برای ارتقاء اون به صلح هم به وجود اومده. طرفین به هر صورت واکمن انعطاف‌هایی رو انجام دادن، آماده دارن میشن برای یک سری توافقات ماندگار. از سوی دیگه تحولاتی که حول و حوش برجام هست، شاید مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنند تنش زدایی با عربستان کمک میکنه که اونها بتونن بر آخرین مقامات در برجام هم غلبه بکنن. چقدر به نظرتون احتمال رسیدن به یک نقطه مشترک و بهبود روابط دیپلماتیک بین این دو کشور وجود داره؟ چه مسائل اساسی بعد حل و فصل بشن؟ ببینید، با توجه به تنش‌های مختلفی که وجود داره بین دو کشور، یکی بر لحاظ تاریخی اون ستیز شیعه و سنی و ارواح رقابتی که این دو نظام سیاسی برای رهبری در جهان اسلام دارند یک مانع عمده هست. علاوه بر اون، خب در تمامی این ستیزهای منطقه‌ای ما این رقابت رو بین دو کشور می‌بینیم و همچنین به لحاظ هویتی و هر صورت آن چیزی که دولت عربستان به خصوص این بهار شاهزاده بن سلمان برای نوسازی روبنایی و سوری دنبال میکنه، امری است که جمهوری اسلامی یک برخورد منفی با اون داشته و به هر صورت به نوعی خنجر زدن از پشت به کشورهای اسلامی توصیف شده. اینا همه باعث میشه که هیچگاه رابطه خوب پایدار بین دو کشور برقرار نشه، حتی اکثر در سطح تنش‌زدایی هست. البته اگر ادعایی که شده رخ بده، یعنی وزرای خارجه دو کشور بعد از سالها بنشینن و مستقیم با هم گفتگو کنن مسئله اختلافات، میشه امیدوار بود که سفارتخونه ها هم بعدا در یک روندی باز بشن، ولی همه اینها باز هم حتی اکثر به کاهش برخوردها منجر میشه. ما بعد از انقلاب روابط نوسانی رو بین دو کشور شاهد بودیم و به نظر میرسه این بار هم شاید اونها از نقطه جوش و درگیری و تقابل دور بشن، ولی باز هم میگم هنوز زوده برای یک اظهار نظر دقیق و جامع، چون در دور قبل هم در صورتی که همه تصور میکردن که داره گفتگوها به موفقیت نزدیک میشه، یک دفعه گفتگوها متوقف شد و دوباره با شاهد افزایش سطح تنش در جنگ نیابتی بین دو حکومت در یمن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید.